بله، تعلیم عیسی مسیح در مورد زمان آخر. امروز درس 31 هستیم. 31 جلسه است بنده در خدمتتونم. شکر میکنم خدا عمر داده، شکر میکنم که خداوند اجازه داده که بنده خادم انجیل باشم. خدا شکر میکنم برای شما که از ابتدا بودید، درس رو گوش کردید و به عبارتی مشتاقید که اراده خدا رو بدونید، به عبارتی در حضور خدا فروتن هستید تا اینکه حقیقتا بدونیم که کلام خدا در این برهه از زمان راجع به چی صحبت بکنه با زندگی ما. متشکرم برای تکالیفی که فرستادید، عزیزانی که 7 کلیسا رو برای من نوشتید با دید خودتون که چه برداشت کردید و چه پند و اندرزی داده، برای من خیلی مهمه چون نشون میده که شما جدی دارین کلاس ها رو پیگیری میکنید. حالا تو خیلی از آموزشگاه ها اگه کسی تکلیفش انجام نده، من یادم درسی الهیات میخوندیم، معلممون بعد آرمان عزیز زنده یاد و دیگر خادمین میگفتن اگه تکلیف تو انجام ندید نمیتونید امتحان نهایی رو بدید و یه چیز طبیعیه، میخوان که شاگرد واقعا پیگیری کنه و اگه خوبم نگاه کنه به نفع خود شخص در واقع مشتاق هستش که بتونه در واقع روز به روز با مطالبی که پیش میگیره پی میگیره بیشتر آشنا بشه. حالا در این کیس ما کتاب مکاشفه و کتاب معصه، ولی میتونه در هر جایی باشه. پس کلن چیزی که کلام خدا میگه، میگه تحقیق کنید همه چیزو، آنچه که نیکوس رو خوب یاد بگیرید. ما میگیم چشم خداوند. امروز میخوام راجع به آخرین کلیسا صحبت کنیم. 7 کلیسا در کتاب مکاشفه باب 2 باب 3 هستن که ما 6 تاشون رو بررسی کردیم. دقت کردید که اغلبشون با این کلیسای خداوند بودن، ولی کلیسا برایشون عیسی برایشون خورده گرفتش، به عبارتی ازشون ناراحت بود. اما در تمام این بررسی کردیم، مشاهده کردیم که چطور عیسی مسیح حتی تشویقشون میکنه، یعنی جای امید همیشه وجود داره برای یک ایماندار. حالا اون ایماندار میتونه مال شهر ساردس باشه، مثل مال شهر افسوس باشه، هر جایی باشه. امروز در هر جا که هستیم، در هر سن و در هر موقعیت زندگی میکنیم، جای امید وجود داره. و امروز کلیسای لافدوکیا رو با هم بررسی میکنم، 7 کلیسا. بسیار معتقدن که 7 کلیسا به 7 دوره اشاره میکنه. اوکی؟ میتونه اینطوری باشه. بسیاری هستن که میگن که این 7 کلیسا و این نامه‌ای که عیسی مسیح نوشته مال اون 7 کلیساست که درسته. ولی بسیاری هم هستن مثل بنده معتقدن که این 7 کلیسا و این نامه‌ها نه فقط مال اونها بوده، نه فقط مال دوار مختلف بوده، بلکه امروز هم برای ما هستش. برای شماست، برای بنده است. بنده برای شما تعلیم میدم اینجا، ولی اول خودم بهش احتیاج دارم، اول خانوادم احتیاج دارم و بعد شما احتیاج دارید طبیعتا. پس مکاشفه باب 3 رو نگاه میکنیم که مکاشفه باب 3 امروز آیات خوبی رو داریم که پیامهای مختلفی رو داره که میخوام در میون بذاریم. آیات 14 تا 22، من ترجمه 1009 رو نگاه میکنم. گاهن در تعالیم و ترجمه دیگه استفاده میکنم، ولی برای که شما مطمئن باشید ما دیگه مسیر میریم، اغلب توی یک ترجمه میستم که ترجمه خوبیه، عزیزان زحمت کشیدن. از آیت 14 تا 22 که راجب غرور روحانی کلیسای لافدوکیا عیسی مسیح صحبت میکنه و اینکه چگونه اونا منفعل هستن یا فاتر هستن. به عبارتی سالها من عبارت فاتر رو بلد نبودم یا منفعل هستن. خیلی خوب، اول آیات رو با هم نگاه میکنیم، قرائت میکنیم خدمتتون که داشته باشید، میتونید کتاب از خودتون رو قشنگ روش بنویسید، رو دفترتون بنویسید هر جایی که پیگیری میکنیم و با هم میریم جلو. عیسی مسیح نامه رو به کی مینویسه؟ به فرشته کلیسای لافدوکیا. گفته فرشته، وقتی میگیم منظور رهبران، رسولان، شبانان و به هر حال مسئولین کلیسا هستش. میگوید که به فرشته کلیسای لافدوکیا بنویس. عیسی داره به یوحنا میگه بنویس. آن امین. دقت کن که عیسی راجع به چی صحبت میکنه. آن آمین. آن شاهد امین و راست. اول آمین هستش، بعد شاهد امین و راست هستش که مبدأ آفرینش خداست. خوب دقت کن عزیزان عبارتو. البته آیاتو در واقع عنوانها رو قشنگ نگاه میکنیم با هم دیگه. آن امین، آمین، آن شاهد امین و راست و آن که مبدأ آفرینش خداست، چنین میگوید. آیه 15، اعمال تو را میدانم. خداوند ما عیسی مسیح اعمال ما رو میدونه که نه سردی و نه گرمی. این شرایط اعضای کلیسای لافدوکیا است. و کاش یا این بودی یا آن بودی،
یا سرد بودی یا گرم بودی. اما چون ولرمی نه گرم نه سردی، چیزی نمانده که تو را چون توف یا قی از دهان بیرون میانزم. میگویی دولتمندم، مال اندوختم و به چیزی محتاج نیستم. این چیزیست که اعضای کلیسای لافدوکیه میگفتن و غافلی که تیره بخت، اسفناک، اسفنگیز و مستمند و کور و اوریانی. تو را پند میدم که زر ناب گذشته از آتش از من بخری تا دولتمند شوی و جامه های سفید تا بتن کنی و اوریانی شرم‌آورت دیده نشود و مرهم تا بر چشمان خود بگذاری و بینا شوی. عیسی میخواد که این کلیسا بینا هم بشه. دازه من کسانی را تو بی خود تعدیب میکنم که دوستشان دارم. پس اگه عیسی کسی تو بی خود تعدیب میکنه دوستش داره، وگه نه این کار نمیکن. پس به غیرت بیا، به کلیساش داره میگه به غیرت بیا، کلیسا به غیرت احتیاج داره و توبه کن. این آیه معروفو که شاید بارها شنیدید از بنده، از کسی مختلف، هان بر در استاده میکوبم، کسی اگر صدای مرا بشنود و در برویم بکشاید به درون خواهم آمد و با او همسفر خواهم شد و او با من. هر که غالب آید او را حق نشستن با من بر تخت خود خواهم بخشید، همان گونه که من غالب آمدم. عیسی اینجا عنوان میکنه غالب شده و با پدرم بر تخت او نشستم. رای آخر که در عکس همه هفت نامه عیسی بهشون میگه، میگه آن که گوش دارد بشنود که روح، روح القدس یا خود خداوند ما عیسی مسیح به کلیسا چه میگوید. واو، مطمئنم که روح خدا از طریق کلامش با ما صحبت میکنه. دلی مطیع و آماده داشته باشیم، از خدا هم بخوایم که حقیقت ما بگه. خب طبق معمول هر نامه ما ابتدا نگاه میکنیم پیام اصلی این نامه به اون کلیسا چی هست. عیسی مسیح پیام اصلیش رو چی داره میگه؟ من اگه نامه به شما مینویسم یک مقصدی دارم. حالا که تکست میکنیم، سلام چطوری، اونجا میبینم، سلام چطوری، این کارو بکنیم، نه، یک هدفی دارم. عیسی اینجا هدفی داره، یک چیز پراکنده رو برای کلیسا نمینویسه. پیام اصلی عیسی مسیح در این نامه به اعضای کلیسای لافدوکیه وعده مشارکت عمیق‌تر با خدا و قدرت پادشاهی ابدی آنها می باشند. عیسی در این نامه برخلاف اون چیزی که ما خیلی تیراندازی میکنیم به کلیسای لافدوکیه و اون قسمت منفی رو میبینیم، برام جالبه. بعضی وقتا کار ما شده منفی دیدن، دیگران توبیخ کردن تو حرفامون، تو رفتارمون. فراموش میکنیم ما خودمون هم جز اونا هستیم، فراموش میکنیم که خودمون هم احتیاج داریم. این کلیسا با تمام اشکالی که داشت، اما عیسی انتظار داره و تو قلبش هست، اشتیاق داره که این کلیسا به شرایطی برسه که با خدا مشارکت عمیق‌تر داشته باشه. همین چند هفته پیش خواهر نازنین راجع به مشارکت عمیق‌تر، دعای عمیق‌تر، کلا عمیق‌تر بودن در خداوند موعظه کردن، صحبت کردن. پس ما خیلی مشارکت ها داریم. شما میتونید با من مشارکت داشته باشید. سلام چطوری، برام دعا کن. اغلب این کارو میکنن. میتونی بگی سلام چه خبر، ولی میتونی با من مشارکت نزدیکتر داشته باشی. من چند نفر هستن که خیلی با من ارتباطشون نزدیکتره و مطمئنا شما اینطور هستید. پس خدا میخواد که ما با اون مشارکت عمیق‌تر داشته باشیم. که اگر راجبه میخواید بدونید بیشتر، باید به موضع خوارنازنین گوش کنید. مشارکت عمیق‌تر و اینکه اونها در پادشاهی که خدا براشون در نظر داره، اون پادشاهی ابدی که مد نظر خدا برای کلیسا و ایماندارا هستش، چیکار بکنن؟ در واقع رشد بکنن، اونو به دست بیارن. ببینید ما پادشاهان هستیم، خدا ما رو پادشاه کرده. آیا ما مثل پادشاهان رفتار میکنیم؟ نه، راجع پادشاهای فاسد صحبت نمیکنم. عیسی مسیح ما رو پادشاهان کرده. روزی بر روی همین زمین، همین زمین که میگه خدای من ازش بردار خلاص بشم، روزی میرسه روی همین زمین با عیسی مسیح ما سلطنت خواهیم کرد. خدا ما را که آفرید میخواست که به شباهت او هست باشیم، در شباهت او باشیم. خودش رو روی ما دوپلیکیت کرد. خداوند وقتی که عیسی را میفرسته انسان میشه، که اینجا راجع به انسان و خداوند داره با ما صحبت میکنه، هر دو جنبه رو داره، 100% خدا 100% انسان، برای ما نمونه گذاشت
که ما میتونیم از نظر الهی، از نظر روحانی اینقدر رشد کنیم مثل عیسی مسیح بشیم. نمونه داره میگه، استاندارد هستش. وقتی یه فیلمی رو درست میکنم برای شبکه‌های تلویزیونی یا اجتماعی، یک استانداردی دارم، میگم بعد رنگش اینطور باشه، صداش اینطور باشه، کیفیتش اینطور باشه، در هر کاری اینطوری هستش، کیفیتش باید اینطور باشه. و باید استاندارد ما استانداردی باشه که در عیسی هست. استاندارد شما من نیستم، چون من کامل نیستم. شبانان دیگه اگر ناراحت نمیشن، نیستم. اونا ناراحت نمیشن. میشه یاد گرفت، میشه درس گرفت. استاندارد ما عیسی مسیح خداونده. نمونه من مثل عیسی مسیح خداونده. گریه من اینه که مثل عیسی بشم. آرزوی من در ادامه زمانی که در این دنیا هستم اینه که به جایی برسم که وقتی به عیسی میرسم عیسی بگه آفرین. استاندارد من هستش. پس در پادشاهی هم خدا مد نظرش هستش که ما مثل عیسی باشیم. ولی بعضی از ما مثل عیسی نیستیم. تو یه پشه ما رو میزنه شروع کنه غر زدن. تو کسی با ما تماس نمیگیره که منتظرش هستیم. ما ایرانی ها خیلی متوقع هستیم. اصلا طلبکاریم. طرف اومده آمریکا میگه که من اومدم برای که پول نفت من اینجاست. شما 43 سال داره میگه مگه بر آمریکا، الان اومده میگه پول نفت من اینجاست. طلبکار هستیم. مثل بعضی از این پناهنده‌ها که در کشورهای مختلف میرن، میگن چرا گوشت زپ اسلامی نیست، شروع میکنن منفجر کرده آتیش زدن. طلبکار انسان. اگر از کسی هم طلبکار هستیم، بعد از شریر باشه که از ما چیزی رو دزدیده، نه از انسان ها فقط، بلکه به حضور خدا بریم. پس پادشاهی ابدی خدا را لمس کنیم، در اون روش کنیم، شایسته اون مقام باشیم. در گذشته وقتی یک جوانی رو میخواستن آماده کنن برای ولیعهد بودن و پادشاه بودن، در تمام دوران ها میفرستن درس بخونه، میفرستن چیزی رو یاد بگیره، امور سیاسی رو یاد بگیره. نگاه نکن الان دیگه هر کی از جاش پا میشه میشه رهبر و فلان. به اون مسیر روش بکنه. و اگر ما میخوایم که در ملکوت خدا همچون مسیح، مسیح پرجلال بدرخشیم، باید در پادشاهی ابدی خدا روش بکنیم. پس اگر آنها از فاطر بودن خودشون، راجع به کلیسای لاودیکیه صحبت میکنیم، اگر از فاطر بودن خودشون، منفعل بودن خودشون توبه میکردند، میتونستن با خداوند ارتباط عمیقی داشته باشن. بسیاری از مفسرین معتقدن متاسفانه این کلیسا این کارو نکرد. من مطمئن نیستم چون اونجا نبودم. این کارو نکرد و چیز خاصی رو هم شاید ما نمیبینیم که داره میگه دیگه این کلیسا همه جهنمی هستن چون توبه نکردن. ولی اینجا میبینیم که عیسی مسیح اتفاقا اونها رو تشویق میکنه که از منفعل بودن در بیان، از فاطر بودن خارج بشن، که به جای برسن که مد نظر خداست، رابطه عمیقی با خدا داشته باشن. من دعا میکنم در بین ما کسی، هر کس که این فیلم رو تماشا میکنه، کسی نباشه که منفعله، بی تفاوته. مشارکت عمیقتر با خدا چیزیست که به ما، به آنها موقعیتی از قدرت در پادشاه ابدی خدا را میده، میبخشه. در بین این چند کلیسایی که با هم دیگه بررسی کردیم، کلیسای لاودیکیه بدترین تعریف رو از جانب عیسی مسیح داره. عیسی مسیح ازش خیلی ناراحته و سر کلیساست دیگه، شبان کلیساست دیگه، جان خودش رو برای کلیسا داده. اما بزرگترین و عالی‌ترین وعده رو هم این کلیسا دریافت میکنه. جالبه نه؟ زد و نقیزه. عیسی میگه وضعیت خرابه، ازت عصبانی هستم، و در این حال عیسی بهش میگه این وعده بزرگ رو بهش میده که میتونی با من شام بخوری. واو. فکر کنی رئیس جمهور اومده میگه، یا از طرف رئیس جمهور پیام میاد، اگه شما این کارو بکنید، این کارو بکنید، میتونی با رئیس جمهور شام بخورید. واو. چه اتفاقی میفته نه؟ با این رئیس جمهور و پادشاهی حالا آدم شام نخوره بهتره. ولی مد نظر خداوند هستش که ما با او مشارکت داشته باشیم. پس پیام اصلی اینه که ما باید بدونیم، ب یا دو،
مکاشفه عیسی مسیح است که به این کلیسا داره میده. ما برای هر نامه نگاه کرده میبینیم که عیسی چه مکاشفه میخواد به اون کلیسا راجب خودش بده. و در نامه که عیسی به کلیسا لاودیکیه مینویسه آیه 14، بذار آیه رو دوباره بذارم براتون، در آیه 14 میخونیم که عیسی به اونها میگوید که آمین هست. آمین، آمین. خیلی عبارت آمینو چه دوستان غیر مسیح استفاده میکنن و چه نوکشای مسیح. ولی نمیدونم چقدر میدونی آمین یعنی چی. در بعضی ترجمه ها برای ما باز شده که عبارت آمین یعنی بلی بشود. بلی بشود. منم معتقدم همین معنی رو داره. بلی بشود. اینجا راجع به این موضوع صحبت میکنه عیسی مسیح وقتی میگه من آمین هستم، یعنی وعده های من همه کامل هستن، آنچه رو گفتم اتفاق میفته. در عهد عتیق ما میخونیم که یه جایی خداوند به اسم خودش قسم میخوره. چرا خدا قسم میخوره؟ اولا بالاتر از خدا کسی نیست که بخوای قسم بخوری، ولی به عبارتی اشاره به این میکنه هر دو اینا، چه عهد عتیق چه عهد جدید، که بله آنچه که خدا گفته اتفاق میفته. چرا ما باید بترسیم وقتی اتفاق ناگواری میفته؟ چرا باید نگران باشیم وقتی خدا وعده رو داده؟ وقتی عیسی میگه من با شما هستم، ما فقط بگیم بله میپذیرم، دریافت بکنم. وقتی عیسی میگه من برای شما شفای خودم رو به جا میذارم، روح قدس رو میفرستم، شما تنها نخواهید بود، شما یتیم نخواهید بود، او دروغ نمیگه. در اینجور مواقع اگر شکیم هست بگیم خداوندا بیماری رو از من بردار، ترس و نگرانی از من بردار، من میپذیرم، من دریافت میکنم، بله بشود. اینجا عیسی مسیح وقتی داره میگه آمین هستم، یعنی آنچه گفتم اتفاق میفته. دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. در عهد عتیق واژه آمین به معنای بله هستش. این موضوع حقیقت داره. به عبارتی جایی هست میگه آمین آمین به شما میگویم، نه حقیقت داره، حقیقت داره. در این آیه مسیح معنای جدیدی به واژه آمین میده. این خیلی مهمه. تا اونجا یک یهودی که در واقع ایماندار بود به یهوه عبارت آمین رو میدونست، اما عیسی یک پرده جدیدی میزنه، باز میکنه، یک مکاشفه جدیدی میده به من و شما داره میده. یعنی کسی که شاهد امین و راست هستش، در ادامه آیه میگه، نه میگه آمین آن شاهد امین و راست. عیسی مسیح میفرماید که حقیقت رو خواهید شناخت و حقیقت شما رو آزاد میکنه. راجع به شاهد امین همون جلسات اول صحبت کردیم، نمیخوام روش بیستم، میتونید نگاه بکنید اگه ندیدید. و راست، من راست هستم. عزیزان در طول تاریخ بشر خیلی از کسایی که آمدن راست نبودن و نیستن. از کجا میفهمیم؟ از رزومه شون میفهمیم، از ماحصل کاری که کردن میفهمیم، از میوه که دارن میفهمیم. کسی میاد بم میذاره خودشو میترکونه، شاید فکر میکنه میره به بهشت خدایی که بهش در کتابش گفته، فکر میکنه میره، چون خدا نمیخواد انسان اینجوری بره به بهشت، که خدای واقعی این کار نمیکنه که شما رو بیافینه، شما خودتو منفجر کنی که بری به حضورش. این که اصلا قتله. و نه فقط همین، بلکه دیگران رو که در واقع نمیخوان برن به بهشت، اون داره میکشد. شد تعالیم غلط در اطراف ما زیاد هستن. خیلی از ما در این تعالیم به دنیا آمدیم، در این تعالیم بزرگ شدیم، گوشامونم بستیم، نمیخوایم کسی بفهمه، نمیخوایم کسی بشنوه، نمیخوایم چیزی بشنویم. راجع به مسیح صحبت نکن، راجع به مسیح حرف نزن، کفره، من تو رو میکشم. چند روز پیش یک کسی با نازنین جون تماس گرفته بود این حرفا رو میزد. چرا؟ چون در یک تعلیم غلط، در یک تاریکی قرار گرفته. اما عیسی راسته. عیسی آمد به عنوان شبان نیکو جان خودشو داد. او گفت روز سوم زنده میشم، زنده شد، قبرش خالی هستش. او گفت با شما هستم، در این 2000 سال با ما هست، همین الان با شما و من هستش. عیسی راست هستش، او شاهد امین هستش. همچنین عیسی شاهد امین که میگه هستم، یعنی میگه که تمام وعده‌ای که در آیه 20 و 21
در آیه 20 و 21. آیه ها رو من شماره هاشو کنارشون نوشتم امروز که شما بتونید ببینید. 20 و 21 گفته رو آنچه که داره وعده میده به کلیسای لافدوکیه به من و شما قابل اعتماد هستن. وقتی شکست‌ها و قصوراتشون رو با آنها آشکار میکنه عیسی مسیح راست هستش. یا تو میاد راجع به شاده همین صحبت کردی؟ عیسی مسیح بر حقیقت میسته. او داور عادل هست. او یک پادشاه عادل هستش. او یک نجات دهنده راستگو هستش. نه نجات دهنده دروغگو که خودش هم نمیدونه کجا داره میره و کجا هستش. او آمین و امین هستش. عیسی همچنین مبدأ یعنی ابتدای خلقت در آیه 14 خونیم. من از آیه 14 هستیم. میگوید که به کلیسا بنویس من مبدأ آفرینش خدا هستم. وقتی میگه مبدأ یعنی کار منه. شما باید برید من را فارسی امروزی صحبت بکنم و به کولسیان بابا اول نگاه کنید که میگه همه چیز به وسیله عیسی مسیح و برای عیسی مسیح خلق شد. او خالقه. وقتی در باغ عدن من معتقدم این قسمت راجع به عیسی مسیح صحبت بکنم. وقتی در پیدایش بابا اول میگه خداوند گفت و شد، اون گفت و شد عیسی مسیح هستش. وقتی در باب دوم و سوم داره در کتاب پیدایش میگه خداوند با آدم حرف زد، با حوا حرف زد، اون عیسی مسیح است. چون خود عیسی مسیح بعدم میگه عیسی مسیح مظهر ذات خدا نایده است، خدا روحه. عیسی در عهد عتیق خودش بارها آشکار میکنه. و دوم این که خود عیسی مسیح میگه هرگز کسی خدا رو ندیده، هر کی منا ببینه خدا رو دیده. اینو به شاگردان میگه، به من و شما میگه. اما در باغ عدن هم بنده معتقدم، حالا بریم آسمان ببینیم درست یا نیستش، معتقدم آن کسی که باهاش مشارکت داشتن آدم و حوا، آن کسی که ابراهیم جلو خیمه باهاش مشارکت داشت، اون کسی که در یوشع میخونیم که سردار لشکر آسمانی رو ملاقات کرد، عیسی مسیح هستش. عیسی مسیح زنده هستش. پس او قابل اعتماده، اون مبدأ همه چی هستش. این نخستین دلیل هستش و دارای تمام قدرت الهی که در دستان عیسی مسیح هست. من نمیفهمم چرا ما باید به وسیله بت‌ها بریم به حضور خدا. وقتی عیسی مسیح مظهر ذات خدا نایده است، وقتی اون مبدأ خلقت هست، چرا ما میخوایم توسط شاگردان و رسولانی که فوت کردن بریم، توسط پیامبرایی که فوت کردن بریم به حضور خدا؟ چرا توسط مردگان باید بریم به حضور خدا؟ اصلا آدم خوبی بودن. چرا با وسیله ما بریم به حضور خدا؟ عیسی مبدأه. برید به اورجینالش برسید. من دیدم بارها طرف اومده میگه ببین اصل این کجاست، من دنبال اصل این میگردم و اصلش رو میخوام. مردم برای اصل هزاران هزار پول خرج میکنن. عیسی مسیح اصله. اون مبدأ آفرینشه. اگه اون مبدأ آفرینش شماست، اگه اون مبدأ آفرینش خلقته که هست، مبدأ آفرینش من هستش، در هر چیزی بعد دست او رجوع کنم. به عیسی بگو، به عیسی بگو، گش خستی دلت شکسته به عیسی بگو. نزد عیسی برید. یه اتفاقی میفته اول نزد شبان نرید، نزد عیسی برید، بعد به شبان بگید برای منم دعا کن. آمین. اما نزد عیسی برید، نزد عیسی فروتن بشید. او مبدأ. آمین. آمین دارم میگید آمین. اینجا کامل نمیتونی بذارید، بگید آمین. شکرت بکنم تو مبدأ آفرینش من هستی. پ عیسی ایمان آنها را تحسین نمی کند. دقت داشته باشید، عیسی ایمان آنها را تحسین نمی کند. ایمان دارن، تعمید آب هم گرفتن، اما عیسی نمره قبولی به ایمان اونها نمیده. عیسی فاطر بودن آنها و غرور روحانی اونها را تأدیب میکنه. این میتونید در آیات 15 تا 17 ببینید. چند لحظه میذارم ببینید. ها؟ غرور آنها را تأدیب میکنه. به عبارتی داره به اونها میگه وای بر شما. عیسی با آنها وعده مشارکت عمیق‌تری هم با خدا و قدرت بر امت‌ها هم در آیه 16 تا 21 میده. پس توبیخشو میکنه، ولی میگه اگه توبه کنی این وعده ها مال تو هست، این اتفاق برای تو میفته. آمین آمین آمین. ولر بودن،
یعنی نه سرد و نه گرم بودن اعضای این کلیسا بدین معنی است که عیسی مسیح از اونها متنفره. دقت کنید، چون ادامه آیه میگه من هر کی که دوست دارم توبیخش میکنم، در عبرانیان هم میگه نه؟ خورده میگیرم برش. برای من مهمه تو عوض بشی. مثل که کسی به شما بگه ببین این کار اشتباهه، من دوستت دارم، دارم بهت میگم. عیسی داره این کارو میکنه. پس عیسی از این کلیسا متنفر نیست، اشتباه نکنید، از این کلیسا استفاده نکنید برای که تو موضوع پیام ها به دیگران تیراندازی کنه. بلکه عیسی مسیح در واقع اونها آنچه که میگه اینه که من تو را بسیار محبت میکنم. شما کسی که مریضه رو بیشتر بهش میرسید دیگه، درسته؟ غذا میپذیرید، بهش سر میزنید، بهش تلفن میکنید، بیشتر بهش توجه دارید. عیسی مسیح میگه تو رو خیلی دوستت دارم، اما تو با روش زندگیت به من داری صدمه میزنی، به اسم من داری توهین میکنی. من قدوس هستم، وای بر مای خداوند است، من قدوسم، من پاکم، اما تو داری غیبت میکنی. من قدوسم و پاکم ولی تو چشمان ناپاکه. من قدوسم، من پاکم ولی تو شایسته نام من زندگی نمیکنی. داره به کلیسا میگه، به یهودیا نمیگه، به رومیا نمیگه، به کلیسا میگه. ما اینقدر این روزا درگیر اتفاقات دنیا میفتیم خودمونو فراموش میکنیم. مشکل خانوادگی داری؟ به جای که همسرت محبت کنی، به جای که در قدوسیت پاک کنی زندگی بکنی، دعوا داری با دنیا. دنیا که وضعش خرابه که، من نمیگم نگی، ولی خودم چی؟ خودم دیگران بخشیدم؟ خودم نسبت به دیگران چه نمره؟ اگه عیسی الان بیاد به من میگه تو چه نمره به من میدید به خاطر رفتاری که من با دیگران کردم و میکنم؟ کار ما شده زندگی دیگران، کار ما شده با دیگران دعوا کردن. این غلطه. این در حالی است که عیسی مسیح میگه تو با روش زندگی داره من به اسم من صدمه میزنی. چند نفر میدونه که عیسی مسیح برای اسمش خیلی احترام قائله؟ کلام خدا میگه اسم خداوند رو به باطل نیاور، به زبان نیاور. کلام خدا میگه نام خداوند مقدسه. ما نمیتونیم از نام خدا استفاده کنیم شیطان نعیب بزنیم، نام خدا رو استفاده کنیم شفایی رو بطلبیم از خداوند، عمل کار خدا رو بطلبیم تو زندگی، و از طرف دیگه از نام خدا رو طور که باید احترام نذاریم. آیه 17 در واقع گاهی وقتا ما از ایمانداران قسمت رو میخونیم و فهم میکنیم که عیسی مسیح میگه تو رو قی میکنم و از اون متنفر هستش یا منزجر است، اما اینطور نیست. این به واقع یک هشداریه که داره عیسی مسیح به کلیسای خودش میده. براش مهمه کلیساش. آیا نجات گمراهان مهمه برای عیسی؟ آمین. میخواد همه نجات پیدا کنن؟ آمین. اما فکر عروسشه، فکر کلیسای خودشه، کسی که او را به ما نجات دهنده و خداوند خودش پذیرفته. خوب دقت کنیم، من و شما برای عیسی مهم هستیم. آیه 17 میگوید که وقتی عیسی به اعضای کلیسا میگوید غافلی، به این معناست که عیسی میدونه اونها در مسیح هستن، اسم مسیح روشون دارن، رو بنر تابلوی کلیسا بزرگ نوشتن کلیسای غلاطیه، اما ایرادهایی که عیسی بر اونها میگیره در واقع درباره وضعیت قانونی اونها هستش، درباره شرایط زندگی روزمره اونها هستش، نحوه حرف زدن، نحوه فکر کردن، نحوه غذا خوردن. آیه معروفی که بنده دوست دارم کدومه؟ خواب بخورید، خواب بنوشید، خواب هر چی کنید برای جلال نام خدا کنید. هممون احتیاج داریم، یعنی برای عیسی زندگی بکنیم. لباس پوشیدن برای عیسی باشه، پول خرج کردن برای عیسی باشه. آنچه که به او تعلق داره، به ما تعلق نداره. این نفس که شما دارید میکشید به او تعلق داره، این بدنی که شما دارید به خودتون هم میکنید به عیسی تعلق داره. بعد او پس بدید، نمیتونید برید خالکوبیش کنید، همه جا بنویسید و اینجوری بذارید و بگید من دارم عیسی رو جلال میدم. نمیتونید سوراخ سوراخش کنید بعد بگید که من دارم عیسی رو جلال میدم. میشه؟ باید طوری زندگی بکنی که شایسته نام عیسی مسیح خداونده. به بهتری نه. نمیتونید هر غذایی رو بخورید چون بدن مال عیسی مسیح خداونده.
برای همین برای غذاهایی که میخوریم دعا میکنیم، تقدیس میکنیم، مواظبیم که چی میخوریم چی مینوشیم. بریم جلوتر. پس عیسی از اونا منزجر نیست، بلکه ایرادایی هم میگیره. خداوند ما به این ایماندارا میگه شما تیره بخت هستید. تیره بخت هستید، اسفنگیز هستید، به عبارت بیچاره و بدبختید. عبارت جالبی نیست بیچاره و بدبختی، ولی عیسی داره به کلیساش میگه، کلیسای اوست داره میگه تو بدبختی. به ملایان نمیگه ها، به کلیساش میگه تو بدبخت هستی، مستمندی، ها، فقیری، کور و عریان هستی، کور و عریان هستی. تیره بخت، اسف انگیز، به عبارت بیچاره و بدبخت، مستمند، کور و عریان. اینا باور نمی‌کردن، گفتم ما خیلی خوبیم، ما بهترین ایماندارا هستیم، از اون 6 تا کلیسا دیگه هم بهتریم و و و و و دکور کلیسا اونجوریه، نمی‌دونم منبرمون اینجوریه، اینا رو میگفتن. اما عیسی میگه شما بدبختید. نابینا هستید. عریان هستید. رابطه شما من خوب نیست، عیسی داره میگه. رابطه عضو کلیسا، مسیحی، نوکیش کلیسا لاودکیه با عیسی خوب نیست. مثل که رابطه من و همسرم خوب نباشه. به عبارتی داره عیسی رو میگه. وضعیت تو از نظر روحانی خوب نیست. وضعیت خرابه. فکر کنم عیسی داره به من چی میگه. به من میگه وضعیت خرابه. به من نمره از 10 چند میده. وضعیت خوب نیست. وقتی ایمان داری فاتره، نه یعنی نه سرده نه گرمه، وضعیت این شنین کلیسا و ایمان داری بسیار وخیم تره. اونه که گناهکاره وضعش معلومه دیگه، آقا اون شخص زناکاره، دزد، قاتله، تکلیفش مشخصه. ولی ایمانداری که ولرمه، یه پاش تو کلیساست، یه پاش تو مسیحه، یه پاش تو دنیاست، هم اونو میخواد هم اینو میخواد، وضعش خراب، خیلی خطرناکه. من دیدم چنین مسیحایی که وضعشون خرابه، توبه نمیکنن، بلکه خطرناک دارن رفتار میکنن. به جای که توبه کنن غیبت میکنن، به جای که توبه کنن فروتن بشن، اشتباه خودشون رو بپذیرن، عوضش کنن، میستن در قبال کلیسا. در کلیسای شهر قرنتوس اینجوری بود. این شازده پسر رفته بود با مادر، با زن پدرش رابطه جنسی برقرار کرده بود. تو کلیسا هم راه میرفت و کسی هم بهش کار نداشت. توبه هم نمیکرد. این شخص فاتر بود. اگر هم ایماندار بود. ایماندار که این کار نمیکنه. ولی اگر ایماندار بود فاتر بود، توبه نمیکرد. داوود فاتر نبود. داوود زنا کرد. داوود آدم کشت. دزدی نمیدونم کرد یا نه. آدم کشت ولی توبه کرد. ما روز 100 بار آدم میکشیم تو فکرمون، با زبانمون توبه نمیکنه. فاتر هستی. درسته؟ با فکرمون رو با چشمامون زنا میکنیم، توبه نمیکنه. سرپوشم روش میذاره. این کلیسای فاتر هستش. وضعیت خرابه. وقتی ایمان داری از سردنگرمی وضعش خرابه. از وضعیت یک فرد ایمان داره سرد بدتره. ایمان داره سرد سرده دیگه. و کمکش کنی. لباس عدالت بر تن اونها نیستش. آیه 21. بذار آیه رو دوباره بذارم. در آیه 21 عیسی داره به اونها میگه عالی ترین وعده رو بهت میدم. اگر توبه بکنی. این بسیار بسیار شگفت انگیزه. این یونیکه، منحصر به فرده که شما وضعت خرابه، توبه میکنی، عیسی بهت وعده خوبی رو میده. در رساله یوحنا باب اول آیه 7 هم داره میگه، آیه 9 هم داره میگه. و همین عادله. وقتی توبه میکنی، پس اگه وضعم خرابه، اگه نظر روحانی خوب جلو نمیرم، توبه بکنم، بزرگترین وعده رو خدا داره اینجا میده. به کلیسا، به بدترین کلیسا میگه توبه کنی، تو با من شام میتونی بخوری. خب توبه میکنم. غلط کردم، گناه کردم، به قول برادر افغان. غلط کردم، اشتباه کردم. توبه میکنم. داوود اینو فهمید. تا
توبه کرد، غلط کردم خداوند، غذا نخورد، روزه گرفت، مزمور 32، مزمور 50، توبه کرد و خداوند میگه با من میتونی حالا شام بخوری. عیسی به اونها میگه اگه غلبه کنید، حکی غالب آید، در واقع اتفاق برایش میفته. اونا باید برای چه چیزی غلبه میکردن؟ چند لحظه راجع به صحبت کرد. اولین چیزی که اونا باید برایش غلبه میکردن منفعل بودن بودش. منفعل بودن. بی تفاوت بودن. فاتر بودن. عیسی اینجا درباره انحراف اخلاقی و بت پرستی صحبت نمیکنه مثل کلیسایی که چه شرایطی داشت. در واقع او از عدم اشتیاق روحانی آنها صحبت میکنه. اشتیاق روحانی نداشتن. یک شب میرفتن، جمعه میرفتن کلیسا، کارت میزن، سلام، من اونم کلیسا. 6 روز بعد با کلیسا و با خداوند کاری نداشتن. توی دنیا دیگه بودن. اگه دنیا دیگه بهتره، اصلا چرا مسیحی شدید؟ به تمام دنیای قبلیتون. ولی اگر به مسیح ایمان آوردید، خداوند نجات دهنده شماست. شما نمیتونید بی تفاوت و فاتر باشید نسبت به آنچه که او در کلامش میگه. عیسی به ما میگه این روزا باید چیکار کنیم؟ تو چه شرایط و وضعیتی باشی؟ نمیتونی بی تفاوت باشی. بچه‌ها نگاه کن داره میمیره توی افغانستان. من دیروز به نازنین میگفتم نازنین یکی از این دختری خوشگل رو ما بگیریم به فرزندخوانی، امیدوارم نازنین قبول کنه. بتونیم بیاریم خونه خودمون نگارش داریم. کاش که بتونیم، نمیتونیم همه رو این کارو بکنیم. ولی یه کاری بتونیم بکنیم، بی تفاوت نمیتونیم باشیم. باید دعا کنیم. نمیتونی بچه‌ها آداب کنی؟ فرزندخوانی بگیری؟ دعا که میتونی بکنی. نمیتونی کمک مالی کنی. دیروز یه عزیزی نوشت خونه من اینجوریه، پول بدید. گفتم قانون آمریکا نمیذاره من پول بفرستم به ایران، ندارم بفرستم براتون. ایشون به من پرت و پلا گفتش. چرا من بعد شما که نمیشناسم پولم بدم که اگرم نمیدم آدم بدی هستم؟ چرا؟ کاش که میتونستم این کارو بکنم. کاش که ثروت دنیا رو داشتم، همتون رو پولدار میکردم. ندارم. بعد دقت کنی کاری که از دستون برمیاد رو بتونیم انجام بدیم. عیسی با وعده که به اونها در این آیه میده در واقع خاطر نشان میکنه که اگر اونها به این وضعیت اسفبار، اسف انگیز غالب بیان و توبه بکنن، در محبت کردن ما اونها عیسی متعهده. خودشو متعهد ببینه. همسرم، کلیسای من متعهدم به تو، من شوهر تو هستم، من سر تو هستم، من متعهدم به تو. اگر تو این کارو بکنی، این کارو که میکنی درو باز میکنی که من بیام. وقتی داری گناه میکنی درو بستی، من نمیتونم بیام جلو. دقت داشته باشید که عیسی چی داره میگه. چنین ایماندارای خواهد تونست در گسترش قدرت عیسی در پادشاهی 1000 ساله با عیسی بر تخت بنشینند در همین زمین. این گونه است که حساسیت قوی عیسی درباره در قبال منفعل بودن این کلیسا دیده میشه. اینقدر حساسه. عیسی میخواد اونا پیروز بشن که بتونن با عیسی رو تخت بشینن. چه خداوندی داریم. اونجا نظر به فکر ماست. به فکر کلیساست. عیسی در خصوص منفعل بودن بیش از هر مشکل گناه بت پرستی، اختلافات، انحرافات اخلاقی صحبت میکنه. بیشتر از هر چیز دیگه. هیچ چیز داره عیسی موعظه کرد. ولی روی این خیلی میسته. منفعل نباش. توبه کن. منفعل بودن گناهی است که خیلی از اوقات در بدن مسیح ادامه داره. مال امروز نیست، ادامه داره. 2000 سال پیش هم بود، امروز هم هستش. خیلی وقتا کلیسا نمیدونه که چه مشکلی رو داره هستش. ایماندارا نمیدونن، میگن من که هم چیزی نیستم، من ایماندار خوبیم. باور کن برده داره موعظه میکنه، من میام شرکت میکنم. شما چیکار میکنی؟ بنده این توان دارم، دوربینو میذارم، هزینهشو میدم، میام میشینم اینجا در خدمت شما رو خدمت میکنم. هر چیزی که بلدم، هر چیزی که قشنگه. شما چیکار میکنید برای خداوند ما عیسی مسیح؟ امروز صبح چیکار کردید برای عیسی مسیح؟ شب گذشته چیکار کردید برای عیسی مسیح؟ آمین. نباید منفعل باشیم. نمیتونیم همه دنیا رو شبانی کنیم، ولی میتونیم کاری که خدا ما سپرده رو انجام بدیم. آمین. کاش که بتونیم همه کار بکنیم. نمیتونیم. متاسفانه چالش است که خیلی حتی بیشتر از هر گناه دیگر تو زندگی افراده. یه دلم میگه برو برو، یه دلم میگه نرو. دلم میگه خدمت کن، ولی دلم میگه نکن این کارو. دلم میگه برای خداوند باش، ولی دلم میگه برو کنسرت فیفی و زیزی. منفعل بودن و تصمیم بگیریم
که میخوایم آتش باشیم، که میخوایم برای خداوند زندگی کنیم. میخوام استعدادم برای خدا باشه، نه برای دنیا، نه برای خودم، برای خودمون هم باشه. مسیح گفت بعد صلیب تو برداری، بعد خودت انکار بکنی، بعد خودمون انکار بکنی، انکار بکنی. سخته، خیلی سخته، ولی شدنیه، چون عیسی گفته. ایزان خیلی ساده میتونیم چنین ایمانداری محکوم بکنیم با هم دیگه، اما از خودمون سوال بکنیم وضعیت روحانی من چگونه است. نمیخواد بنویسید برای من، برای خودتون بگید، بنویسید وضعیت روحانیتون چطوره، افکارتون، صحبتاتون، رفتارتون، شیوه زندگی مسیحیتون. مسیح من رو در چه وضعیتی داره میبینه؟ از نظر روحانی سرد هستم، از نظر روحانی ولرم هستم، و یا از نظر روحانی در آتش روح القدس هستم. از خودمون بپرسیم، هر کس باید خودش رو بپرسه. خودمون رو فریب ندیم مثل ایماندار کیسه لاف دوکیه، فریب ندیم. آیه 18 میگوید که تو را پند میدم که زن ناب گذاشته از آتش از من بخری، میذارم شما ببینیدش، بخری تا دولت من بشی. آن زر نابی که از آتش رد شده، یعنی پیوره، یعنی خالصه، جامعه های سفید تا به تن کنی، یعنی عادل زندگی کن، مقدس زندگی کن، و اوریانی شرماورت دیده نشود، اون اوریانی روحانی دیده نشه، از بین بره، و مرهم بگذارید و بر چشمان خود بگذارید تا بینا بشوی. یکی از چیزایی که در شهر لاودوکیه در اون زمان رسم بود، سرمایی بود که به چشمشون میماریدن، خیلی معروف بودش. عیسی از این موقعیت استفاده میکنه که اونا بگه باید سرمه روحانی بر چشمات بذاری و بینا بشه تا بتونی مسکنت و اوریانی خودتو ببینی، که اگه بر چنین چیزی فارغ نیایی نمیتونی چیکار کنی، با من سلطنت کنی، بهبودی پیدا کنی. من میرم جلوتر، میتونیم راجع به لاودوکیه بازم صحبت کنیم، ولی میرم جلوتر. آیه 20 و بعد میگوید هان بر در ایستاده میکوبم، کسی اگر صدای مرا بشنود و در را برویم بگشاید، به درون خواهم آمد و با او هم سفره خواهم شد و او با من. هللویا، هللویا. چقدر قشنگه این تصویر رو گذاشتید. ببینید که شاگردان با مسیح نشستن دور میز، فکر کنید شما کنار مسیح نشستید. چقدر زیباست که با عیسی مشارکت داشته باشی، با عیسی غذا بخوری، با عیسی حرف بزنی، عیسی تو رو در آغوش بگیره. عیسی میخواد این کارو بکنه. عیسی به این کلیسا میگه تو میتونی در این شرایطی باشی که من مد نظرم هستش. و بعد میگه هر کی غالب آید او را حق نشستن با من بر تخت خودم خواهم بخشید، همان گونه که من غالب آمدم، به همون شکل. خیلی جالبه، عیسی هر چی داره میخواد ما مسئول باشیم، چون ایدئاله دیگه، چون کامله. با پدرم بر تخت نشستم. شکر، چه قشنگه. عیسی با پدر بر تخت نشسته، من و شما غالب میایم، ایمانداری کلیسای لاودوکیه غالب میان، در همون تخت میشینیم با هم دیگه. چقدر خدای زیبایی داریم. بعد در ادامه آیه میفرماید که هر که روح دارد، هر که گوش دارد، هر که گوش دارد بشنود که روح به کلیسا چه میگوید. پس کسی هم هستن که گوش ندارن، کسی هم هستن گوششون رو بستن، ایمان دارن ها، گوششون رو بستن، نمیخوام بشنون. هر کی گوش دارد بشنود، که اگر بشنوی من برکت بیارم، که اگر حرف گوش کنی من تو رو به یاد بیارم. این خواست خداونده. میتونیم بیشتر از این راجع به کیسه لاودوکیه صحبت کنیم و جا هم داره صحبت کنیم، چون در شرایط حساسی داریم زندگی میکنیم، ولی وقت ما خیلی وقت تموم شده، بعد جلسه هم تموم کنیم. دعا میکنم که پیامی که عیسی مسیح در واقع اندرز و نصیحتی که عیسی مسیح به کلیسای لاودوکیه داره میده باعث تلنگری به ما بشه، باعث بیداری به ما باشه. من روزا دعا میکنم خداوند بیداری روحانی بفرسته به شبانان و خادمین کلیسای متحد ایرانی. هم گفتم روزا به جوزف جان میگفتم که دعا کنیم بیداری روحانی بیاد، اول برای کلیسا، نه برای مسلمان، نه برای بیمارا،
اول برای کلیسا و بعد کلیسا وقتی بیدار بشه دنیای خودش هم بیدار میکنه، وسیله میشه دست عیسی مسیح که بتونه باعث بیداری جامعه خودش بشه. بگیم خداوند میخوام اونی باشم که تو میخوای. اگر در زندگیم در مناطقی در حوزه‌ای از زندگیم منفعل بودم، فاتر بودم، توبه میکنم. اگر نسبت به شرایط روحانی و اجتماعی بی‌تفاوت بودم، توبه میکنم. عیسی جان میخوام منو تبدیل کنی. از اون زر عبور شده از آتش بر من بده ای خداوند. عریانی من رو با خونت بپوشونه ای خداوند. عیسی به تو محتاجم ای خداوند. به تو نیاز دارم. از من اونی بساز که تو میخوای خداوند عزیز. متشکرم برای کلامت. برای این خبر خوش که امید هست. من میتونم با تو شام بخورم. میتونم رابطه عمیق‌تر با تو داشته باشم. متشکرم ای خداوند برای کلامت، برای اینکه زیر که با تمام شرایط منفی که وجود داره دقایقی در حضور تو کلامت رو بررسی کنیم. دعا میکنم کلامت رو اونجور که قول داده‌ای بی‌ثمر برنگرده.